محمد ماشینچیان روزنامه‌نگار اقتصادی با ما همراهی می‌کنند. در مورد مجموعه های اقتصادی وزارت کار آقای ماشینچیان چه جزئیاتی داریم، چی می‌دونیم؟ درود بر شما. همونطور که اشاره کردید و این اعداد اعداد مهمی هستند، زیر مجموعه های اقتصادی وزارت کار یه چیزی حدود 15% اقتصاد ایران رو، یا همین که فرمودید 8% از بازار سرمایه رو کنترل میکنند. چه صنایعی رو در بر میگیرند؟ شما از نفت و گاز و پتروشیمی بگیرید تا فولاد و سیمان تا بانکداری و گردشگری و سایر صنایع، این یه گستره خیلی وسیعی رو شامل میشن این شرکت ها. بسیاری از این شرکت ها زیانده هستند، خیلی از اینها مدت هاست که ورشکستند، تولیدی ندارن، بعضیشون حتی یه صورت مالی با حد اقل استاندارد ها ندارن، صرفا یه بودجه دریافت میکنن به صورت حقوق و دستمزد و پاداش و این خودشون توضیح میکنن. یه تعدادی از این شرکت ها هم که تیول هستند و به خاطر رانت های گسترده‌ای که در اونها توضیح میشه معمولا سرشون دعواست. صندوق های بازنشستگی رو داریم که سالها دست رنج میلیون ها ایرانی توش قرار بوده سرمایه گذاری و پسنداز بشه اما نشده. از یه طرف ناکارآمدی و حکومت باجناح ها و داماد ها و فساد گسترده، و از طرف دیگه چارچوب سیاستی مندرس و تاریخ گذشته و ناکارآمد باعث شده که امروز از حاصل دسترنج مردم یک ویرانه ای فقط باقی مونده باشه، که اونجا هم دوباره با مسئله کسری بودجه، ناترازی و عدم شفافیت و همه اینها مواجهیم. خب وزیر کار آقای ماشینچیان گفته باید نیمی از مدیران این وزارتخانه برکنار بشن. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به پرونده فسادی که در واقع سابقش در این وزارتخانه هست در دولت‌های پیشین، آیا ما میتونیم بگیم که یک فساد سیستماتیک اساساً در وزارت کار وجود داره؟ شکی نیست. البته فاسدترین چهره‌های معاصر ایران امثال سعید مرتضوی از اونجا سر در آوردن. اما این رو هم من بگم که من معتقدم محور فساد در صحبت‌های ایشون آگاهانه بزرگنمایی شده، نه به این معنا که در وزارت کار فسادی نیست. تقریبا بین همه پژوهشگران و فعالان حوزه سیاست‌گذاری وزارت رفاه و زیرمجموعه‌هاش به عنوان یکی از فاسدترین سازمان‌های دولتی و یکی از غیر شفاف‌ترین متولیان بخش عمومی غیر دولتی معروفه. اما دقت در اعداد و ارقام نشون میده که بخش عمده تصفیه های مورد نظر ایشون ارتباطی خیلی به فساد ستیزی نداره و تکرار همون رویه اتوبوسی قدیمیه که دوستان خودی ها رو جایگزین غیر خودی ها میکنن. دولت های قبلی هم همشون این کار رو انجام دادن. ایشون میگه 1000 مدیر رو قرار است کنار بگذاریم. بعد در یه تفسیری خیلی ضمنی اشاره میکنه که تصفیه شده ها از حداقل یکی از معیارهای مورد تاکید رئیس جمهور برخوردار نبودن. در حاشیه تر میگه که 3500 نفر رو بررسی کردیم برای جایگزینی، ولی خب حالا از همشون استفاده نخواهیم کرد. حالا معیارهای مورد تاکید رئیس جمهور چی بوده؟ انقلابی بودن، کارآمدی، فساد ستیزی، دستپاکی، مردمی بودن. مثل همیشه معیارهای انتزاعی و شعاری غیر قابل اندازه‌گیری و راستی آزمایی. اما نفس کاری که ایشون داره انجام میده زیر پرچم فساد ستیزی به باور من خودش عین فساده. سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد ماشینچیان روزنامه‌نگار اقتصادی.